ببین گل میخ یه همچین چیزاییه، بهش میگیم گل میخ. یه قسمت کلگی داره، یه قسمتی هم داره که قطرش حد اکثر میتونه 2 سانت باشه، معمولا تو بازار 19 میلیمتر متعارفه. یه حلقه سرامیکی داره که این محافظت کننده از حوضچه مذابه. ما توی اتصالات جوشی انواع فرآیندهای جوشی رو گفتیم، بعد اومدیم گفتیم که توی مثلا قوس الکتریکی زیر پودری با اون پودری که روش ریخته میشه از حوضچه مذاب حفاظت میشه. برای بحث گازی ها مثل CO2 اون گاز داشت محافظت میکرد، برای مثلا الکترود دستی اون سرباره داشت محافظت میکرد از حوضچه مذاب. توی این جوش ما میایم از این حلقه سرامیکی استفاده میکنیم برای اینکه محافظت بکنه و بعداً هم باید بشکنیم و برش داریم. پس ما یه حلقه سرامیکی داریم و یه گلمیخ هم داریم که به این شکله. گلمیخ میتونه هم روی تیراهن باشه هم روی ورق باشه، الان بهتون توضیح میدم. امکان جوشکاری به صورت مستقیم یا از روی ورق گالوانیزه برخلاف ناودونی و نبشی که امکان اتصال روی ورق رو ندارن برای گلمیخ امکان پذیره. از طرفی جوش گلمیخ با تنظیمات دستگاه جوش به صورت یک نواخت صورت میگیرد، در صورتی که جوشکاری ناودونی به یک جوشکار ماهر احتیاج داره. پس گلمیخ داریم میگیم که چه مزایایی نسبت به ناودونی و نبشی داره. هنگام جوشکاری برخلاف دیگر انواع برشگیرها تغییر شکل در تیرها رخ نمیدهد. گلمیخ برخلاف ناودانی که نیرو را در یک جهت و به صورت عمودی پخش میکند، میتواند نیرو را به تمامی جهات پخش کند. ببین من یه ناودونی دارم که این شکلیه و حالا روی یه تیری هم سواره، اما گلمیخ من این شکلیه. من توی این ناودونی میدونم که میتونه بار رو اینوری پخشش بکنه، اما عمود بر این سفر رو کارایی نداره چون این ضخامتش کمه برای اینکه جلوی بتون گیر بکنه. یعنی شما فرض کن وقتی که یه گل میخواست دورش بتونه، این بتون اینوری بخواد حرکت بکنه، اینوری اینوری یا اینوری، این یه مقاومت داره. ولی توی ناودونی وقتی که این ناودونی اینجوری هست، توی این جهت مقاومت بیشتری داره و تو این جهت مقاومت کمتری داره، ولی گلمیخ خب اینجوری نیستش. قبل از جوشکاری به برشکاری و یا هر نوع آماده سازی نیاز نداره گلمیخ، قابلیت اجرا در مدت زمان کم و سرعت بالا رو هم داره. تمام ریزه‌کارهای این موضوع رو توی این مقاله به صورت کامل بررسی کردیم. حتما یه وقتی بذار و این مقاله رو تا انتها دنبال کن. اگر سوال یا نظری هم در این مورد داری حتما تو قسمت دیدگاه‌ها بنویس. آخر مقاله یه مسیر یادگیری ویژه برای مهندسین عمران داریم که حتما سر بزن، به خاطر اینکه کلی مقاله است با دسته‌بندی‌های مختلف و میتونی دانش فنی خودت رو رشد و ارتقا بدی. امیدوارم که این مقاله برات مفید باشه. موفق باشی.